که پخش فصل چهارم سریال ریک اند مورتی به تازگی شروع شده، این انیمیشن که نسبت به بقیه بزرگان این ژانر مثل سیمپسون ها و ساوت پارک عمر بسیار بسیار کمتری داره، برای خودش قوقایی به پا کرده که تاکنون نظیرش رو کمتر دیده بودیم. بدون شک دلایل اصلی محبوبیت این سریال سناریوی دیوانه‌وار، دیالوگ‌های کوبنده و طنز سیاه اونه که بخش عمده‌ای از اون سرچشمه گرفته از ذهن خلاق و شاید هم بیمار خالقانش یعنی دن هارمون و جاستین رویلنده. این بار در برنامه آنچه نمیدانید به مناسبت آغاز پخش فصل چهارم سریال ریک اند مورتی، انیمیشن فوق محبوب ادالت سویم، قصد داریم به بررسی 10 نکته کمتر شنیده شده و جذاب اون بپردازیم. خالقان سریال ریک اند مورتی در جریان یک فستیوال فیلم کوتاه که توسط دن هارمون برگزار شده بود با هم ملاقات کردند. فیلم کوتاه جاستین رویلند تنها به یک نیت ساخته و به نمایش در اومده بود: شوکه کردن مردم. در همین حال هارمون از این فیلم خیلی خوشش اومد و بعدها گفت به نظرش این اثر خیلی خنده دار بوده. همین شد که وقتی ادالت سویم برای ساخت یک سریال انیمیشنی 30 دقیقه‌ای با هارمون تماس گرفت، اولین چیزی که به ذهن اون خطور کرد دعوت از رویلند برای همکاری بود. بقیده هارمون، جاستین رویلند اهمیت زیادی به داستان میده و در مورد جزئیات هم بسیار حساسه و همین اون رو تبدیل به یک نویسنده کار درست کرد. کار نوشتن سناریوی اولین قسمت سریال تنها لحظاتی بعد از استقبال نیک واینفیلد، مدیر برنامه‌های ادالت سویم، از ایده اولیه انیمیشن آغاز شد. به این دلیل که هارمون هنوز روی پروژه کامیونیتی کار می‌کرد، زمان‌بندی دو خالق سریال برای نوشتن سناریوی سریال بسیار فشرده بود. برای همین هارمون و رویلند تصمیم گرفتن به سرعت هرچه تمام‌تر تولید ریک اند مورتی رو شروع کنند. هارمون بعدها در مصاحبه با لس آنجلس تایمز گفت: ما روی زمین نشسته بودیم و من میخواستم پاشم برم خونه. که رویلند گفت: وایسا، اگه الان بری خونه شاید تا 3 ماه دیگه هم نتونیم سناریو رو بنویسیم. بشین که تو 6 ساعت میتونیم قال قضیه رو بکنیم. و این شد که سناریوی پایلوت یکی از محبوب‌ترین سریال‌های حال حاضر تلویزیون تنها در 6 ساعت نوشته شد. در حالی که مخاطبان تصور میکنن اپیزود توتال ریکال ادای احترامی به همین فیلم محسوب میشه، اما در واقعیت سازنده ها چیزی کاملا متفاوت رو در ذهن داشتن. در یکی از مصاحبه های پشت صحنه دو خالق سریال عنوان میکنن منبع اصلی الهام اونها برای ساخت این اپیزود نه فیلم توتال ریکال بلکه سریال بافی بوده. در فصل 5 این سریال به طور ناگهانی اعلام میشه بافی یک خواهر به نام دان داره و تمامی کاراکترها طوری دان رو در جمع خودشون میپذیرن انگار که از کودکی اون رو میشناختن، در حالی که در 4 سیزن نخست سریال هیچ خبری از این خواهر نبود. از اینجا مخاطب با خودش میگه که یک جای کار میلنگه. در قسمت توتال ریکال هم مخاطبان در همون سکانس اول با عمو استیو آشنا میشن که به قول خانواده اسمیت بیش از 1 ساله که همراهشون زندگی میکنه، اما مخاطبان تا حالا اون رو ندیده بودن، تا اینکه ریک به بازوی استیو شلیک میکنه و مشخص میشه اون یک انگل فضایی بوده که خاطرات خوب دروغینی رو در ذهن مردم کار میذاشت. برخلاف انیمیشنی مانند آرچر، در ریک اند مورتی خبری از مرتبط ساختن داستان اپیزودهای مختلف برای ساخت یک هسته داستانی کلی نیست. البته این بدین معنی هم نیست که هیچ کدوم از اپیزودهای ریک اند مورتی با همدیگه ارتباط ندارن. در دیالوگ‌ها و سناریوی بسیاری از قسمت‌های سریال رد پای کاراکترها و حوادث اپیزودهای گذشته دیده میشه. با این حال یکی از جالب‌ترین اونها در قسمت مورتی نایت ران رخ میده. در شروع قسمت توتال ریکال ریک رو میبینیم که چندین سنگ درخشان رو به درون سطل آشغال میندازه. حالا به قسمت مورتی نایت ران باز میگردیم. در این قسمت ریک چندین سنگ درخشان رو در ماشین پرنده خودش بار میزنه تا به زمین بیاره. اگر به این سنگ ها دقت کنید چند حباب صورتی میبینید. این حباب ها همون انگل های فضایی هستن که خونه اسمیت ها رو تسخیر میکنن و ریک به دروغ بقیه رو متهم به آوردنشون به زمین میکرد. How to
کمتر کسی تصور میکرد سریال ریک اند مورتی به موفقیت دست پیدا کنه. بر همین اساس وقتی نوبت به ساخت اپیزود اول فصل دوم رسید، خالقان سریال متحمل فشار روانی بسیاری شدند که نزدیک بود اونها رو تا سرحد جنون بکشونه. در این اپیزود ریک با توقف زمان برای تمیز کردن خانه اسمیت ها در نظم زمان تداخل ایجاد میکنه و در نهایت باعث شکستن واقعیت و خلق چندین و چند تایملاین زمانی مختلف میشه. رویلند بعدها در مصاحبه با رولینگ استونز اعلام کرد ساخت این قسمت یکی از سخت‌ترین کارها بوده و به قولی اونها رو تکه تکه کرده، چون که اونها در حال خلق یک اپیزود بی‌نظیر بودن اما نتونستن اونطور که باید و شاید داستان اون رو بست بدن و ایده هاشون فقط روی کاغذ خوب بوده و نتیجه نهایی بیش از اندازه پیچیده شده. رویلند در حال اینطور درباره این اپیزود صحبت میکنه که به عقیده بسیاری از طرفداران قسمت اول سیزن دوم بدون شک یکی از بهترین قسمت‌های کل سریاله. اگر رابطه ریک و مورتی براتون خیلی آشنا به نظر میرسه، به هیچ عنوان دوچار توهم نشدید. کاراکترهای ریک و مورتی با الهام از داک براون و مارتی مکفلای کاراکترهای اصلی بک تو دی فیوچر خلق شدن. سریال ریک اند مورتی نخستین بار در یک فستیوال و به عنوان پارودی بک تو دی فیوچر به نمایش در اومد و البته بعد از استقبال گسترده مخاطبان بود که تبدیل به یک سریال شد. تنها سوالی که پیش میاد اینه که آقای پوپی باد هول با الهام از چه شخصیتی خلق شد؟ In the ultimate time traveling. Anything you do could have serious repercussions on future events. Enough talk, old man. Come here and fight me. اگر تا حالا فکر کردید که سریال ریک اند مورتی هیچ داستان کلی نداره، باید بگیم که درست فکر کردید. دن هارمون به روشنی اذعان کرده که داستان سریال اینه که ما هیچ داستانی نداریم. سناریوی ریک اند مورتی با هیچ عقلی جور در نمیاد و این تمام هدف این سریاله. پس حالا میتونیم با خیال راحت و علم به مریض بودن ذهن هارمون و رویلند شبها سر روی بالشت بگذاریم. سیمسون ها اولین سریال انیمیشنی تاریخه که راه رو برای انیمیشن هایی همچون ریک اند مورتی باز کرد. پس هیچ عجیب نیست که خالقان این دو سریال با هم برای خلق داستانی با حضور کاراکترهای هر دو سریال همکاری کرده باشند. درست شنیدید. خالقان دو برنامه با خلق یک کراس اوور چند دقیقه‌ای ریک و مورتی رو به خانه سیمسون ها و اون کاناپه مشهورشون بردن که خب نتیجهش مرگ سیمسون ها بود. اگر طرفدار هر کدوم از این دو سریال هستید، به هیچ عنوان این ویدیو رو از دست ندید. رویلند در ابتدای ساخت سریال قصد داشته زمین رو در پایان هر اپیزود از بین ببره، به این صورت که تصمیمات دیوانوار ریک در پایان هر قسمت به نابود شدن زمین ختم می شده. این ایده با اینکه در آغاز خیلی جذاب به نظر می رسه اما توسط تیم نویسنده های سریال رد شد، اون هم به این دلیل که برای مخاطبان به صورت یک نواخت و مسخره می شه. به نظر می رسه نویسنده ها تصمیم عاقلانه ای گرفتن که با ایده رویلند مخالفت کردن. خالقان سریال در آغاز قصد داشتن کاراکتر جری رو یک شخصیت جدی و کاریزماتیک جلوه بدن که بچه‌هاش کلی ازش حساب می‌برن. این ایده به صورت کاملا جدی در سناریوی سریال گنجونده شده بود تا اینکه کریس پارنل صداگذار جری پا در استودیو گذاشت و کارش رو شروع کرد. صحبت کردن کریس همانا و به خنده افتادن سازنده ها هم همان. همین شد که کاراکتر جری از یک پدر منظم و جدی تبدیل شد به یک پدر بدبخت و لوزر. برای دنبال کردن ویدیوهای ما در کانال یوتیوب سابسکرایب و یا کانال آپارات ما را دنبال کنید.